در افغانستان پرزیدنت حامد کرزی میزبان جشن بین المللی نوروز فارسی زبانان بود. در این جشن مقامات بلندپایه کشورهای همسایه شرکت کردند. کرزی و همتایانش از پاکستان و ایران و تاجیکستان تاکید کردند که بر ضد تروریسم در منطقه مبارزه میبرند. در پیشاور پاکستان کارمندان یاری تعجیلی بیمارستان‌های دولتی با خیابان‌ها برآمدند و بالا بردن حق خدمت خود را طلب کردند. آنها میگویند که ماهانه آنها دستکم به اندازه کاهش ارزش پول ملی بالا برده شود. ماهانه کارمندان یاری تعجیلی در منطقه های گوناگون از 150 تا 200 دلار را تشکیل می‌دهد. در روسیه فعالان امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل بر ضد حکم قتل رهپیمایی اعتراضی انجام دادند. این رهپیمایی در مسکو در حال برگزار شد که امنستی اینترنشنال گزارش سالانه خود را درباره حکم قتل در جهان نشر کرد. روسیه اجرای حکم قتل را از سالهای 1990 باز داشته است. در گرجستان جانبداران میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین این کشور در تفلیس در نزد بنای دادستانی جمع شدند. دادستانی برای بازپرسی به ساکاشویلی دعوت نامه فرستاده است. قرار است وی را برای چند پرونده بازپرسی کنند. زهر دادن زورب ژوانیا نخست وزیر وقت و کشتن وی در سال 2005، مرگ اولیگارخ بدری پترکاتسیشویلی در 6 سال پیش از جمله آن می باشد. اما ساکاشویلی با بازپرسی حاضر نشد. در مینسک نمایشگاه با نام ده قرن هنر بلاروس گشایش یافت. در این نمایشگاه تقریباً 500 اشیای نمایشی گرد آورده شده است و بعضی آنها به عهد ویزانتیا یا دوره روم شرقی تعلق دارد. یک نسخه کتاب مقدس قرن 12 کلیسای ارتودکس نیز هست که در سالهای جنگ دوم جهان بدرک شده بود.